به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت دوستان گرامی و استاد محترم. حسن آبادی هستم، امروز 21 خرداد 1400 در خدمتتون هستم در ارائه امروز خودم در مورد روش های ریپلیسمنت اسپایک هایی که ما توسط روش های دیسپایکینگ دیتکتشون میکنیم و ما نیاز داریم که اونها رو با مقادیر مناسبی بیایم جایگزین کنیم به علت اینکه سیگنالمون پیوستگی خودش رو حفظ کنه. به این منظور من حالا با بررسی مقالات روش هایی که استفاده شده بود رو در حقیقت جمع آوری کردم و روش هایی که عملکرد بهتری داشتن نسبت به سایر روش ها و توصیه شدن توسط مقالات که استفاده بشه رو اومدم کد نویسیشون رو انجام دادم. امروز در حد خیلی مختصر میخوام کد هاش رو خدمتون توضیح بدم که به چه نحوی عمل میکنن. این 5 روش شامل روشی که تا حالا استفاده میکردیم، یعنی روش استفاده از میانگین دو نقطه در هر طرف اسپایک شناسایی شده هست، روش در حقیقت اینترپولیشن 4 نقطه‌ای هست که ما در حقیقت در مجموع 8 نقطه در هر طرف اسپایک رو در نظر میگیریم و اینترپولیشن رو براشون انجام میدیم. روش سوم استفاده از 12 پوینت در هر طرف برای اینترپولیشن هست که در مجموع 24 نقطه میشه. روش دیگه روش از تحت عنوان last good value که ما در حقیقت میایم هر اسپایکی رو که شناسایی کردیم مقدار نرمالی که حالا طبق فرآیند دیسپایکینگ ما شناسایی شده و در حقیقت مقدار قبلی اون اسپایک هست رو میایم در نظر بگیریم. و روش در حقیقت پنجممون هم استفاده از میانگین کلی سیگنال به عنوان در حقیقت مقدار جایگزین. در روش اول که خب حالا تا حالا اینجا زیاد استفاده میکردیم ازش و کلن همین یک روش رو تو کد هامون ازش بهره بردیم و من خیلی سریع توضیح بدم حالا اینکه روش ها خودشون چگونه اعمال میشن و در ارائه قبلی خدمتتون توضیح دادم. الان فقط میرم روی همون قسمت در حقیقت ریپلیسمنتمون. خب روند کلی این روش یعنی استفاده از میانگین دو نقطه در هر طرف اسپایک به این صورت بود که خب ما بعد از شناسایی و دیتکت کردن اسپایک هامون اونها رو در یک لیست قرار میدیم، پوزیشن اونها رو در حقیقت اینپوت سیگنال اولیه‌مون میایم به دست میاریم، بعد از اون طبق حالا این کد هایی که مشاهده میکنید دو نقطه در طرفین در حقیقت اون پوزیشن هایی که اسپایکاتشون قرار دارن رو در نظر میگیریم، میانگین اونها رو میگیریم و باز میانگین در حقیقت دو نقطه در چپ و دو نقطه در راست رو مجدد میگیریم و این رو با در حقیقت مقادیر خود اسپایک ها جایگزین میکنیم. که حالا این روش رو گفتم تا اینجا ما فقط همین روش رو استفاده می‌کردیم. برای بررسی عمل کرده این روش ها و اینکه یک پارامترهای ما داشته باشیم که برای اینکه عمل کرده اونها رو بررسی کنیم ما نیاز داشتیم که خدمتتون عرض کنم که از قبل محل اسپایک ها رو بدونیم و محل اسپایک ها رو که وقتی میدونیم که حالا اینجا مثلا مشاهده میکنید که ما یک سیگنال مصنوعی خودمون ساختیم که این حالت فرض میکنیم نرمالش باشه و بهش اسپایک خودمون اضافه کردیم، محل اسپایک ها برای ما مشخص هست و از این در حقیقت دونستن محل اسپایک ها قبل از فرآیند دیسپایکینگ و ریپلیسمنت میتونیم بهره ببریم برای استفاده از در حقیقت توضیح یک سری از پارامترهایی که به عنوان بررسی عملکرد روش ها استفاده میکنیم. حالا این دو تا پارامتر خیلی سریع بخوام بگم چون در ادامه هم زیاد از این دو تا پارامتر استفاده میکنیم. این دو تا پارامتر در حقیقت تحت عنوان detection rate و false alarm rate هستن. این دو تا پارامتر به این صورت محاسبه میشن که حالا اینجا من اومدم توضیحاتش رو قرار دادم خدمتون. detection rate ما یا نرخ تشخیص ما در حقیقت نسبت تعداد حقیقی اسپایک هایی هست که ما به درستی اونها رو به عنوان اسپایک شناسایی کردیم بر مجموع در حقیقت تعداد اسپایک هایی که به درستی تشخیص داده شدن و تعداد اسپایک هایی که به نادرستی به عنوان نرمال شناسایی شدن.
این میشه دیتکشن ریت ما. فالس آلارم ریت ما هم در حقیقت نسبت تعداد واقعی نرمال سمپل هایی هستن که به اشتباه به عنوان اسپایک شناسایی شدن، تقسیم بر همین مقدار به اضافه تعداد واقعی در حقیقت نرمال سمپل هایی که به درستی به عنوان داده‌های نرمال شناسایی شدن. خب دیتکشن ریت ما هرچی مقدارش به عدد یک نزدیک تر باشه، البته بر حسب درصد هم میتونیم بیان کنیم، هرچی به 100% نزدیک تر باشه برای ما مطلوب تر هست. فالس آلارم ریتمون هم هرچی به عدد صفر نزدیک تر باشه برای ما مناسب تر هست. همونطور که عنوان کردم، ما از این دوتا پارامتر برای تشخیص عمل کرده در حقیقت روش هامون میایم استفاده میکنیم و همچنین عمل کرده در حقیقت ترکیب هیبریدی روش های دیسپایکینگ با روش های ریپلیسمنت برای اینکه بررسی کنیم بالاخره برای کدوم روش ریپلیسمنت عمل کرده بهتری داره. همچنین برای بررسی اثر شدت حضور اسپایک ها در سیگنال اومدیم درصد های مختلفی از اسپایک رو به سیگنال هامون اضافه کردیم. مثلا برای این سیگنال مصنوعی ما درصد های 5، 10، 15، 25، 40 و 50 درصد رو انتخاب کردیم که حالا من نتایج رو برای درصد های 5 درصد و 15 درصد خدمتون در ادامه اعلام میکنم که چه عمل کردی روش های ما داشته. خب روش بعدی که بخوام خدمتون معرفی کنم روش ریپلیسمنت، در حقیقت استفاده از در حقیقت 4 نقطه در هر طرف اسپایک برای اینترپولیشن هست. یک نکته که در بحث این روش اینترپولیشن وجود داره این هستش که در مقالات و برای سیگنال ADV ذکر شده بود که استفاده از روش 12 نقطه ای و در حقیقت کیوبیک اینترپولیشن که اوردر اینترپولیشن ماسه هست رو پیشنهاد داده بودند که به عنوان بهترین روش هست. من اومدم اینجا گفتم که حالا علاوه بر اون 12 نقطه ای بیام مثلا 4 نقطه ای هم در نظر بگیرم که اینا بالاخره عمل کرده اینها آیا تفاوتی داره و آیا مثلا استفاده از 12 نقطه به ازای 4 نقطه عملکرد رو بهتر میکنه یا خیر. این یک مورد در این زمینه. مورد بعد در این زمینه این هستش که با توجه به فشردگی اسپایک ها در حقیقت داده هایی که ما در دسترس داریم و اینکه در حقیقت محل وقوع اسپایک ها در خیلی جاها از سیگنال در پشت سر همدیگه هست، ما در ابتدا اومدم کد رو به این صورت نوشتم که ما اینترپولیشن رو بدون حضور اسپایک ها انجام بدیم. مثلا یک اسپایک در جایگاه صدم اگر قرار داره، من بیام 4 تا قبل و 4 تا بعدش رو در نظر بگیرم بدون که در حقیقت اون 4 تا در چپ 4 تا در راست داده هایی باشن که در حقیقت درشون اسپایک وجود نداشته باشه. اما این حالت اتفاق نمی افتاد و در خیلی از نقاط سیگنال ما در حقیقت داده های حضور داشتن که مثلا 8 نقطه پشت سر هم یا 10 نقطه پشت سر هم اسپایک بودن و این در حقیقت باعث می شد که ما اینترپولیشنمون در حقیقت می خواهیم اینترپولیشن بگیریم یک وکتور خالی در حقیقت بیاد طبق خود ما محاسبه بشه براش و هیچ اینترپولیشنی به من نمیداد، خطا میداد بهم و مجبور شدم که در حقیقت بدون توجه به اینکه نقاط اطراف اون اسپایک ما که الان میخوایم جایگزین براش انتخاب کنیم اسپایک هستن یا خیر، کد رو اومدم طراحی کردم و فقط گفتم که 4 نقطه چپ و 4 نقطه راست رو بیا در نظر بگیر. حالا بخوام کد رو بیشتر خدمتتون توضیح بدم، به این صورت هستش که خب ما مجدداً اینپوت سیگنالمون رو داریم و دیتکت اسپایک هامون رو هم تحت عنوان اسمال لیست میایم از در حقیقت اینپوت سیگنالمون محلشون رو شناسایی میکنیم که ایندکس هاشون رو ما طبق این قسمت میایم محاسبه میکنیم، محل در حقیقت حضور اسپایک ها که دیتکت شدن طبق روش ما. بعد از اون ما میایم بر اساس اون ایندکس ها به تعداد من در حقیقت 4 تا قبل و 4 تا بعد داده ها رو محاسبه میکنیم. اینجا با توجه به اینکه ممکن بود اسپایک ما مثلا در جایگاه 1 تا 4 قرار بگیره و اینجا کدمون مثلا میومد اگر در محل در حقیقت ایندکسش 2 می بود منفی n ما میشد مثلا منفی 2
چون انمون 4 هست مثلا میشد منفی 2، و ما اسپایکی در پوزیشن منفی 2 که نداریم دیگه، ما پوزیشن اون از 1 به بعد شروع میشه. اینجا اومدم پوزیشن 2 رو تعریف کردم، گفتم داده هایی که در حقیقت پوز 1شون از 0 بیشتر باشه و از لنگس در حقیقت طول اون اینپوت سیگنالمون کمتر باشه، بیا اونها رو در نظر بگیر داخل وکتورها. و بعد از اون در قسمت پوز 3 اومدم اون داده‌ای که در جایگاه پنجم در هر یک از این وکتورها وجود داره رو حذف کردم. این داده پنجم در حقیقت همون اسپایک ما هست، با توجه به اینکه انمون 4 هست، داده پنجم ما که داده وسط قرار میگیره در هر یک از بردارها به عنوان اون اسپایک هست. من اومدم خود اسپایک رو حذف کردم و گفتم که خب حالا بعد از اون پوزیشن رو در بیگ لیست، یعنی اون اینپوت سیگنال رو شناسایی کردم، ساب لیست های ساختم و اینترپولیشن رو اومدم براش برقرار کردم و اینترپولیشن رو براش محاسبه کردم. نکته جالبی که اینجا بهش دست پیدا کردم این بود که اگر اینترپولیشن ما با اردر 1 به جای اردر 3 که پیشنهاد داده شده بود برای داده های ADV انجام بشه، عملکرد بهتری داره. حالا اینجا در این قسمت من برای 5% اومدم از اینترپولیشن اردر 3 استفاده کردم. در ادامه برای درصد های دیگه وقتی اومدم، چون یه جایی رسید که این شدت وقوع اسپایک ها اینقدر زیاد میشد که روش جواب نمیداد، یا روش در حقیقت جواب پرتی به من میداد، من اومدم به ذهنم رسید که این اردر اینترپولیشن رو عوض کنم. روی یک که قرار دادم عملکرد خیلی بهتری داشت و مجددا باز اومدم روی در حقیقت علاوه بر این سیگنال سینتتیکمون بر روی سیگنال خود FATS هم اعمال کردم، دیدم اینترپولیشن یک عملکرد بهتری داره نسبت به مرتبه سومش. حالا این قسمت رو با مرتبه 3 قرار دادیم که زیاد مهم نیستش، حالا بعدا باید مرتبه 1 رو براش به دست بیاریم. و بعد از اینکه اینترپولیشن رو ما انجام دادیم، مجددا اینجا قسمت ریپلیسمنت همون هست که میایم بحث جایگزینی رو انجام میدیم و اینپوت سیگنالمون رو تبدیل میکنیم به یک اینپوت سیگنال نیوی که اسپایکاش دیتکت شدن و علاوه بر اون ریپلیسمنت روش انجام شده. اینجا مثلا میتونیم این در حقیقت خروجی در حقیقت تکرار اول روش MPST رو بعد از در حقیقت ریپلیسمنت به روش 4 نقطه اینترپولیشن مشاهده کنیم. روش بعدی روش 12 نقطه‌ای بود که خدمتتون عرض کردم. من همین کد رو فقط N رو از 4 به 12 تبدیل کردم و اینجا گفتم 13 داده رو بیا حذف کن به عنوان اون محل وقوع اسپایک. کد شبیه به همون هست. برای همین روش هم اینترپولیشن اوردر 1 جواب بهتری داد. روش بعدی ما روشی هست تحت عنوان روش لست گود ولیو. روش در حقیقت اعمال متد لست گود ولیو به منظور ریپلیسمنت به طور کلی به این صورت هستش که ما خب مجددا اینپوت سیگنالمون رو داریم، دیتکت در حقیقت اسپایک های دیتکت شدهمون رو ایندکسشون رو میایم در میاریم از داخل بیگ لیستمون، در داخل یک پارامتری این رو می‌ریزیم، بعد اون ایندکس رو به دست آوردیم. حالا مثلا به صورت عددی بخوام خدمتتون بگم، در یک سیگنال مصنوعی که 2000 داده داره، مثلا اولین اسپایکی که شناسایی شده در پوزیشن 828 هست، ما میایم از در حقیقت برای اینکه در حقیقت داده نرمال قبل از اون پوزیشن 88 رو به دست بیاریم، اونجا اومدم تحت یک در حقیقت تیبل تحت عنوان previous vector تعریف کردم و رنج در حقیقت از 1 تا اون ایندکس ما منهای 1 رو اومدم در نظر گرفتم. مثلا برای 88 بازی در حقیقت 1 تا 87 رو اومدم براش در نظر گرفتم و گفتم در این بازی 1 تا 87 در اون بازی 1 تا 87 بیاد و در حقیقت کامپلیمنت اون پریویس وکتور ما رو با اون محل وقوع اسپایک ها بگیره. به چه صورت؟ مثلا برای داده سوممون که اسپایک سوممون در پوزیشن 255 هست، ما پریویس وکتورمون از داده 1 تا داده 254 میشه.
در این قسمت برای اینکه ما در حقیقت اسپایک ها رو به جای گود ولیو نیم قرار بدیم، حالا این 8.9 توضیح بدم فکر کنم بهتر باشه. برای پوزیشن 8.9 ها از داده 1 تا 88 در نظر میگیریم. اگر دقیقا بخوایم داده قبلی رو در نظر بگیریم، داده 88 هست که این خودش اسپایک هست، ولی ما نمیخوایم اسپایک رو جایگزین، ما میخوایم یک گود ولیو رو جایگزین کنیم و باید 87 رو به جاش اعمال کنیم. از اون جهت اومدم اینجا کامپلیمنت اینها رو گرفتم، در حقیقت میاد مثلا برای داده 89 مون previous vector tableش رو داده 88 رو از توش حذف میکنه، 88 رو از توش حذف میکنه و بعد از اون من ماکسیموم گود وکترم رو گرفتم که مثلا برای این 89 که از 1 تا 88 بود و 88 هم از توش حذف شده، ماکسیمومش میشه 87 و در حقیقت من به اون گود ولیو، در حقیقت لاست گود ولیو قبل از اسپایک هم دست پیدا کردم و از این مقدار من میام برای بحث ریپلیسمنت هم استفاده میکنم. میبینید که حالا از لحاظ عمل کردیم اگر این در حقیقت اینپوت سیگنال اولیه‌مون باشه، با لاست گود ولیو میبینیم به این شکل در اومده که خیلی خوب عمل کردش، از لحاظ در حقیقت چشمی هم عمل کرده خیلی خوبی داشته. و حالا بحث روش بعدیمون هم روش سیگنال اوورال مین بود که ما گفتیم از میانگین کلی سیگنال بیایم به جای در حقیقت به عنوان یک داده مناسب برای بحث ریپلیسمنت اسپایک هامون استفاده کنیم. کد در حقیقت این روش هم به همون صورت قبلی، ما داده های دیتک شده همون رو ایندکسشون رو به دست میاریم و در حقیقت با استفاده از اون ایندکس هایی که به دست آوردیم و محل وقوع اسپایک هامون که اسمال لیست ما رو تشکیل میدن، اومدیم اونها رو جایگزین کردیم با سیگنال مینمون که از قبل اومدیم محاسبش کردیم. و در ادامه خدمتون عرض کنم که این جایگزینی رو انجام میدیم، اعمال میکنیم و یک خروجی در حقیقت اینپوت در حقیقت دیسپایک شده و ریپلیسمنت شده جدید رو تحت عنوان بیگ لیست نیو خواهیم داشت. حالا اینجا مشاهده میکنید اگر این سیگنال در حقیقت اولیه ما باشه، سیگنال خروجی بعد از در حقیقت جایگزین کردن با مقدار میانگین به این صورت در اومده که عمل کرده بدی نداشته نسبت به روش لاست گود ولیو، اما عمل کردش از لحاظ حداقل زیبایی بهتر نبوده. و حالا خدمتون عرض کنم اگر بخوام نتایج این روش ها رو خدمتون اعلام کنم، اینجا در حد چند تا عدد برای اکسلمون آوردم قرار دادم. در این قسمت مشاهده میکنید که خب سه تا روش کلی مودیفاید پی اس دی، 3 دی پی اس دی و خود پی اس دی اولیه رو که روش اول دوم و سوممون بودن رو اینجا داریم. برای در حقیقت این قسمت 5% اسپایک و 15% اسپایک مربوط به سیگنال سینتتیکمون بود که ما خودمون اسپایک بهش اضافه کردیم. این قسمت هم مربوط به در حقیقت دیتای 6 روزمون هست که حالا من شکلش اونجا بهتون نشون ندادم، این مربوط به دیتای FATS 6 روزه هست و عمل کردشون رو حالا اینجا اومدیم قرار دادیم. همونطور که مشاهده میکنید اگر یک مقایسه بین 5% اسپاک و 15% اسپاک قرار بدیم، در حالت کلی حالا کل عددها رو بخوایم با هم مقایسه کنیم و مثلا تک به تک نخواهیم در نظر بگیریم، در حالت کلی دیتکشن ریت ما کاهش پیدا کرده و از اون طرف فالس آلارم ریت ما درصدش زیاد شده و میبینیم که چه اثری دارن بحث شدت اسپایک ها بر روی عمل کرده روش های ما، که میبینید در حقیقت روش های ما اینجا هیبریدی میشن دیگه، مثلا روش MPSD با روش میانگینگیری 2 نقطه، با روش اینترپولیشن 4 نقطه و 12 نقطه، اینها در حقیقت روش ها هیبریدی میشن و اینجا میتونیم عمل کردشون رو با شدت های مختلف اسپایک در حقیقت بررسی کنیم. البته شدت های بالاتری از اسپایک رو هم من کدهاشو زده بودم، حالا به علت اینکه خیلی طول میکشید و این ارائه رو میخواستم تو تر بدم اون نتایجش رو حالا اینجا فعلا نمیبودم، در حد اینکه فقط یک سنسی پیدا کنیم که
چه در حقیقت تأثیری داره افزایش شدت اسپایک ها بر روی عمل کرده روش هامون. نکته بعدی که وجود داره، ما در بحث تحلیل هامون برای اینکه ببینیم روش دیسپارکینگمون عمل کرده کدوم روش بهتر، و قبلا می اومدیم می گفتیم که مثلا سطح مسطح سازی فلان روش نسبت به روش بعدی مثلا بیشتر هست یا کمتر هست، و این رو یک ملاکی در نظر می گرفتیم برای عملکرد روش. مثلا روش PST که اگر ارائه قبلی رو مشاهده کرده باشید یک سیگنال فلت به ما تحویل میداد، یعنی اسپایک ها کاملا از توش حذف میشد، اما نتایج رو که میام مشاهده میکنیم میبینیم فالس آلارم ریت به شدت بالایی داره. یعنی در این روش در حقیقت تعداد خیلی زیادی داده نرمال به اشتباه اسپایک شناسایی میشن، و این میتونه علتش ایتریشن های زیاد این روش باشه. چون ما در ایتریشن های زیادی انجام میدیم و همچنین از رابطه تفاضلات مرکزی برای محاسبه مشتقات اول و دوم استفاده می کردیم، در ارائه قبلیم توضیح دادم استفاده از این رابطه باعث میشه که نقاطی که در اطراف اسپارک هستن در ایتریشن های بعدی به عنوان اسپارک شناسایی بشن به اشتباه، در حالی که اونها ممکنه نقاط کاملا نرمالی باشن، اما با این تفاضلات مرکزی و رابطه اون این مقادیر مشتقات اول و دوم نقاط اطراف اسپارک به اشتباه مقادیرش جوری میشد که ممکن بود از ترشورت های ما بیشتر باشه و به عنوان اسپایک شناسایی بشه، که خب اینجا کاملا مشاهده میکنیم که درصد بالایی در حالا همه این روش ها روش PSD فالس آلارم ریت بالایی داشته. البته این ایتریشن های زیاد برای این روش باعث شده که دیتکشن ریت بالاتری هم نسبت به بقیه روش ها داشته باشه، یعنی هم اسپایک ها رو به نرخ بیشتری تعدادی بیشتری میاد محاسبه میکنه، و بدیش هم این هستش که تعداد داده های نرمال خیلی زیادی رو به اشتباه به عنوان اسپایک شناسایی میکنه، که اینها باز جایگزین هم میان میشن، یعنی عملا داده های نرمالمون رو میایم اسپایک شناسایی میکنیم جایگزین میکنیم با داده دیگه ای که واقعی نیستش، و خب این واقعا مطلوب نیست برای ما. مورد بعدی بحث همین فالس آلارم ریت رو اگر دقت کنیم، برای روش مودیفاید PSD نسبت به سایر روش ها اعدادش کمتره، یعنی این روش به خوبی داده های نرمال رو نرمال شناسایی میکنه، اونها رو به اشتباه اسپایک شناسایی نمیکنه. از اون طرف خدمتون عرض کنم که مثلا هیبرید MPSD با LGVMA دیتکشن ریت بالایی هم داره، یعنی 93% اسپایک ها رو به درستی اسپایک شناسایی کرده، از اون طرف فقط 16% نرمال ها رو به اشتباه اسپایک شناسایی کرده، که خب میبینید مثلا این مقدار مقادیر برای مثلا روش 12 نقطه اینترپولیشن ما دیتکشن ریت 76% هست و فالس آلارم ریتش 8.52%. نکته بعدی که حائز اهمیت هست و برای داده های ADV گفته شده بود که از روش 12 نقطه ای برای اینترپولیشن استفاده کنیم، اینجا با مقایسه روش 4 نقطه ای با 12 نقطه ای مشاهده میکنیم که دیتکشن ریت ما حتی کاهش پیدا میکنه، یعنی اگه ما از 4 نقطه در هر طرف اسپایک استفاده کنیم به عنوان ریپلیسمنتمون عملکرد بهتری داشته روشمون، هم دیتکشن ریت بالاتر بوده هم فالس آلارم ریت پایین تر بوده، و خب این در حقیقت برای شدت 15% هم این مشاهده میشه که حتی دیتکشن ریتشون در یک محدوده از حدودن، ولی فالس آلارم ریت روش 4 نقطه کمتر هست، و اینجا مشاهده میشه که اگر بخوایم بین این دوتا روش انتخاب کنیم خب قطعا روش 4 نقطه عملکرد بهتری نسبت به روش 12 نقطه‌ای داشته. این عملکرد برای روش 3D PST هم مجددا تکرار شده که و قابل مشاهده هست. مورد بعدی بحث داده‌های در حقیقت خود FATS هست، که حالا اینجا پارامترهایی که ما داریم در حقیقت RMSD, MEP, NST و R2 هستن، که البته برای رفرنس در حقیقت مقایسه شده باهاش همون رفرنس روش ریتینگ کروی هست که ما داده هاشو داشتیم و از ایستگاه اوزکیاما اونها رو برداشت کرده بودیم.
چیزی که قابل توجه هست این که هیبرید برای روش 3D PSD، هیبرید این روش با روش 12 پوینت اینترپولیشن عمل کرده مناسبتر و بهتری داشته. البته ببخشید اشتباه گفتم خدمتون، بار در حقیقت میانگین کلی سیگنال، این عدد چهارم هست، با میانگین کلی سیگنال هیبریدش عملکرد بهتری در همه پارامترها داشته نسبت به سایر روش ها. البته که خب مثلا RMSE، مثلا این 2.38، این 2.7 زیاد تغییر زیادی نمیکنه، ولی خب حالا اگر بخوایم مقایسه‌ای نگاه کنیم، خب این روش عملکرد بهتری داشته. هیبرید 3D PSD با سیگنال مین عملکرد بهتری داشته، همچنین هیبرید MPSD با سیگنال مین هم عملکرد بهتری داشته نسبت به سایر روش ها. در اینجا من به پایان ارائه خودم میرسم، امیدوارم که ارائه مفیدی بوده باشه. اگر نکته ای، سوال یا خطایی در کد های من مشاهده کردید یا نکته ای که به نظرتون میتونست به من کمک کنه، حتما ممنون میشم که اون رو با من در میون بذارید و خیلی ممنون میشم اطلاعات خودتون رو با من شیر کنید. ممنونم از شما، خدا نگهدار.